سلام به بازنگاه خوش آمدید. بررسی عوامل تأخیر در امضای قرارداد امنیتی با توجه به مبهم بودن وضعیت سیاسی و انتخابات آینده افغانستان، تأخیر در امضای قرارداد امنیتی چقدر میتونه که باعث مشکل سیاسی در افغانستان شوه و چقدر میتونه که انتخابات افغانستان رو با بنبست مواجه کنه؟ به این موضوع امشب ما امین بابک با حضور مهمانانم، آقای جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی، آقای هارون میر تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنین آقای احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی بحث میکنیم. بسیار خوش آمدید آقای کوهستانی. خب دلیلی که بیشتر رئیس جمهور پافشاری داره بر او که امضای قرارداد، عدم امضای قرارداد امنیتی، خب در مصاحبه که با واشنگتن پست گفتن که ضرور نیست که با من این قرارداد امضا شود، با رئیس جمهور آینده افغانستان هم قرار میشه که این امضا شود. فکر میکنید بیشتر رئیس جمهور از چی در نگران است؟ بیشتر فرار میکنه از قرارداد امنیتی و یا هم در پی باجگیری است از ایالات متحده آمریکا؟ به نام یاد خدای بزرگ برز سلام به بیننده و دوستایی که در این برنامه هستند. البته عوامل شاید پشت پرده که هنوز مطبوعات و آگاهان نمیدانند که رئیس جمهوری افغانستان با خود چه داره، در حقیقت بیشتر از زمانی که به تأخیر افتاد بعد از جرگه مشورتی روی این مسئله صحبت شد که رئیس جمهور در پی گرفتن یک امتیاز خاص قرارداد امنیتی را مشروط ساخت، با ایالات متحده امضا نکردند. با آنکه مشوره جرگه مشورتی را به عنوان یک جرگه که از نظر حقوقی مشکل داشت ولی از نظر حقوقی الزام آور برای رئیس جمهور بود که را برگزار کرد، باید در نظر می گرفت که بخشی از مردم افغانستان این مشوره دادن برای رئیس جمهور که امضا کنه و سریعتر هم امضا کنه. با واقعیت هایی که مردم افغانستان امروز با او روبرو هستند، نیروهای امنیتی افغان با او روبرو هستند، نیاز است که ما این قرارداد امنیتی را امضا کنیم. متاسفانه رئیس جمهور از آغاز گفتن که باید صلح تامین شود و ایالات متحده روند گفتگو و مذاکره این مسائل تسریع بکنه با جانب حکومت افغانستان. قطعا ما میدانیم که صلح در کشور جنگ زده و بحران زده مانند افغانستان در ظرف یک ماه یا دو ماه یا سه ماه صلح تامین نمیشه. صلح باید میکانیزمی داشته باشه، راهکاری داشته باشه که بر مبنای او اقدامات صورت بگیره تا بتونه صلح را تامین بکنه. از قرائن روشن است که پیشنهادات رئیس جمهور چی در به منظور باقی ماندن در قدرت یا کنترل قدرت از طریق کاندیدای مورد نظر خودش در انتخابات ریاست جمهوری مورد تایید حکومت آمریکا نبوده. یعنی میخواین بگین که رئیس جمهور به نحو میخواد از مسئله تامین صلح و امنیت در افغانستان و یا هم عدم تلاشی خانه های افغان ها به عنوان استفاده ابزاری بکنه؟ قطعا. ببینن از این بس که وقتی برایم که با آماده نمیشه ایالات متحده و میخواین یک انتخابات شفاف شود، اخیرا رئیس جمهوری افغانستان میگه که بحث القاعده یک افسانه است، یعنی یک حقیقت نیست، در حالی که ما و شما همه میدانیم که امروز جبهه النصره در سوریه، الشباب در سومالیا، شبکه های در یمن و بخش از این شبکه ها در وزیرستان شمالی تا چترال فعال هستند. دنیا باشان مشکل داره. شما بارها از طریق تلویزیون ادیقل الجزیره شما پیامای القاعده را شنیدین، حملات 11 سپتامبر را دیدین، حاکمیت طالبان را که حفاظت کردن دیدیم. وقتی ما این همه حقیقت نادیده میگیریم، این همه قربانیه که دادیم و شبکه اقانی به همکاری القاعده آمده علیه ما، منافع ما و 13,000 سرباز امنیتی افغان قربانی شدن و بیشتر از این القاعده انجام داده، ما این همه را میگیم 2,500 سرباز آمریکایی کشته شدن، ما این همه را میگیم افسانه است، یعنی مجموع این واقعیت ها را نادیده میگیریم. نه با عقل سیاسی جور می آید، نه با خرد و نه یک انسان، یک شهروند معمولی افغان نمیگه که القاعده در افغانستان افسانه بوده. حضورش را دیدن، حکومت ملا عمر را دیدن. امروز رئیس جمهور میگه که با آمریکا خشمگین است. او خشمی را که ملا عمر داره، چون ملا عمر وقتی از قدرت افتاد، بیرون رفت، مهاجر شد، خشمگین از نسبت به آمریکا، سازماندهی ضد آمریکایی داره، طالب داره و در کنار القاعده است. رئیس جمهوری ما هم در پایان قدرتش خشمگین است، مانند ملا عمر میاندیشه. تمام دستاوردها آنچه تا 12 سال شده، میلیاردها دلار رئیس جمهور مانند ملا عمر، آنچه که شما میگین چقدر میتونه که به وضعیت فعلی افغانستان بیشتر آسیب برسونه؟ ببینین آسیب رسانده. مشکلی که امروز داریم، توطئه که در غازی آباد صورت میگیره که ما میم عکس العمل مردم افغانستان رو ببینیم در برابر موضعگیری های اخیر رئیس جمهوری افغانستان، من فکر میکنم که از هرمنال شمس از دیگه ضرورت به گفتن نداره.
ما حداقل از گفتن زیاد و اوریون از این مسائل هم خدا شاهد است بسیار خجل میشیم دیگه که مردم افغانستان میدانند موضعی که رئیس جمهور گرفت به ارتباط رهایی زندانیان از بکرام، تروریست‌ها از بکرام، شما موضعی رئیس جمهور در قبال انتقال جنازه یک طالب، برادر خواندن طالبا، برادر خواندن طالبا نه برادر خواندن آیسای، آنانی که 35 سال هست تو بودی افغانستان با خاک و خون کشیدن، با ما آمدن سرزمین خاکستری ساختن، تاکستانای ما را سوختاندن. ما میمینان را برادر خطاب میکنیم و یک بار دیگه هم میخواییم که امی نظام بیاید. بر اونا تلاش داریم، فرصت سازی میکنیم، روح نیروهای امنیتی ما را تضعیف میکنیم، روح مردم افغانستان را تضعیف میکنیم. شما میدانید که عکس العمل در برابر ازی چگونه است؟ پیر، زن، مرد، جوان، خرد، بزرگ، همه نسبت به این نظام و این شرایط یک نوع دید متنفرانه دارن، مخصوصا نسبت به موضع گیری جمهور با ایالات متحده و قرارداد امنیتی. نیروهای امنیتی ما به حمایت جامعه بین المللی نیازمند هستند. ما قوای هوایی محارب نداریم دیگه، بخشاش حداقل بگذاریم. به این لحاظ ایج با منطق سیاسی، واقعیت های موجود منطقه، حضور القاعده، ما نه این جور نمیه که ما بگوییم که ما با ایالات متحده حریف ماست، رقیب ماست، دشمن ماست. کسی که از زیر سیطره ملا عمر و القاعده ما را رهایی دادن، آمدن انمی شرایط را ما فراهم ساختن، ما این همه را خط چلیپا بکشیم و به سوی پاکستان چشم تم و توقع داشته باشیم و بخواهیم که بازم سکان یا آینده افغانستان کلیدش را پاکستان بذاریم. تشکر آقای کوچه. آقای میر، خب این دید طالبانی و سیاست آمریکا ستیزی با توجه به وضعیت شکننده افغانستان، ما انتخابات پیش رو داریم، نیروهای امنیتی ما جدن با کمک‌های بین‌المللی وابسته است و در تمام سطوح در بخش ملکی هم ما وابسته به کمک‌های خارجی هستیم، چقدر میتونه که خب زمینه برهم زدن وضعیت فعلی افغانستان فراهم بکنه اگر واقعا موضع‌گیری رئیس جمهور آنچنان که ادامه داره ادامه داشته باشه و تا پایان ماموریتش؟ با عرض سلام و احترام، البته آنچه را که کوهستانی صاحب گفت از یک دیدگاه است، دیدگاه است که واقعا آنچه را که مردم افغانستان انتظار داشت و بخصوص در ارتباط با امضای توافقنامه امنیتی بعد از 2 هجری باید امضا می شد، چون اکثریت مردم افغانستان و اکثریت مطلق مردم افغانستان خواهان همچون یک قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا و باقی کشورهای ناتو و حتی کشورهای همسایه هستند. منتها ما شما میتونیم که قضیه را از یک دید دیگه هم قضاوت بکنیم و او زیادتر از او دید ما یک قسمتی از سخنهای رئیس جمهور که در مصاحبه خود با واشنگتن پست گفته بود میتونم توجیه بکنم و او این است که خب در ختم ماموریت رئیس جمهور هم که همزمان با خروج نیروهای ناتو از افغانستان است، میشه که همین 12 سال گذشته ماموریت جامعه جهانی و خصوص ناتو و نیروهای امریکایی را آدم یک بازنگری بکنم. ببینیم در یک نقطه رئیس جمهور افغانستان سخنایش واقعا توجیه میشه و چیزی است که اکثریت مردم افغانستان به او عقیده است و من خودم شخصا بارها این موضوع را در ملاقات هایی که با خبرنگارا یا دیپلمات ها و حتی کارشناس های امریکایی داشته میره یاد کردیم که در 12 سال دستاورد ناتو در افغانستان چی است؟ هنوز هم طالب با قوت تمام خود در افغانستان موجود است، القاعده که ما حد می‌زدیم که تضعیف شده و از بین رفته باشه حالا دوباره در کنار افغانستان بازگشت کردن، که ما از وزیرستان و از چترال صحبت نمی‌کنیم، از کنار و نورستان صحبت می‌کنیم که دوباره می‌خواهن پایگاه‌سازی بکنن و از همه مهمتر که رهبران سیاسی افغانستان چی کسانی که در حکومت هستند و چی کسانی که در اپوزیسیون هستند هراس دارند، این از نگاه امنیتی مسئولیت ندارند، اما رهبران طالب با خاطر جمع در پاکستان زندگی میکنند. خب در صورتی که در صورت حضور 12 ساله ناتو در افغانستان هیچ کاری دستاوردی نداشته، آنچه که شما گفتین، خب آنچه که از صحبت های آقای رئیس جمهور کرزی شما نقل قول کردین، در صورت عدم حضور ناتو و آمریکایی ها در افغانستان، شما گفتین که خب طالبا با همون قدرتش موجود است، چه وضعیت پیش بینی میکنید؟ فکر نمیکنید که واقعا وضعیت به دهه 70 و یا هم بدتر از او شود؟ تداوم استراتژی که آمریکا از آغاز 2001 در افغانستان داشته، ما با رئیس جمهور افغانستان با عقیده هستم که
تداوم از این به خیر مردم افغانستان نیست. ما نمیتونیم یک جنگی را علیه تروریسم را در خانه های افغانستان پیش ببریم، در خانه های مردم افغانستان. و این مفهوم که ما میدانیم که سرچشمه تروریسم، لانه های تروریسم و امو مکانیزم ها یا امکاناتی را که تروریست ها از او استفاده میکنن، همه ایش واضح آشکار در پاکستان است. و اینجا جناب کویستانی صاحب که خودشان یک کارشناس نظامی هستند، ما چطور میتونیم که یک جنگ ضد شورشگری را تنها با کشتن طالبای جنگی از بین ببریم؟ یعنی شما به این باور هستید که آمریکا اگر بخواه که خب بحران افغانستان به نحوی مدیریت بکنه و تروریسم خونسا بکنه لانه هایش، این توانایی را داره که نمیکنه؟ بله، بدون شک که آمریکا من هست یک ابرقدرت دنیا، ای توانمندی را داره و این توانمندی را نشان داد وقتی که در آغاز آمدن در افغانستان با یک اخطار، که وقتی که مشرف رئیس جمهور پاکستان بود و آقای بوش به مشرف زنگ زد که یا با ما همکاری بکو یاش پاکستان را به دوره سنگ اجر میفرستیم، یعنی به این مفهوم که پاکستان را به صدها سال عقب میبریم در یک عمله نظامی، و پاکستانی ها مجبور شدن که همکاری بکنن. باز ما شما مثال دوم از این، مثال دوم خوبی از این دستگیری و کشتن خود آقای بن لادن بود که امریکایی‌ها با یک عملیات نظامی تانستن که در قلب پاکستان، در نزدیک اسلام آباد، در حیات آباد، در پهلوی مکتب نظامی پاکستان برن و بن لادن دستگیر بکنن. آیا این توانمندی‌ها در مقابل دیگر رهبرای القاعده وجود نداره؟ آیا این رهبران طالبه که در پاکستان زندگی میکنن با مسئولیت آمتام، اگر امریکا میخواست که در افغانستان، و ما هنوزم آرزومند هستیم که امریکا بعد از این که نیروهایش در افغانستان تخلیل پیدا میکنه، تغییر در استراتژی ضد شورشگری و ضد تروریسم به وجود بیاره، و در این نقطه ما شخصا من ایسی یک فرد با رئیس جمهور فکر هستیم. آقای سیدی، خوب آنچه را که آقای میر گفت که آمریکا توانایی مدیریت تروریسم داره در منطقه، به خصوص خونسا کردن بیشه های تروریسم در پاکستان، با توجه به شناخت که شما از وضعیت پاکستان دارید، فکر میکنید که آمریکا واقعا توانایی این را داشته باشه که رانه های تروریسم در اون طرف مرز خونسا بسازه؟ بعد از عرض سلام، باور می است که اگر در افغانستان یک حکومت نیرومند، پاسخگو، برای امریکایی یک پارتنر قوی وجود می داشت که از سیاست های امریکا در این منطقه، یعنی سیاست های امریکا را دقیق تحلیل میکرد و حرکت های را سازماندهی میکرد که در روزهای اول پاکستان را خانه دوم نمیگفت و پاکستان را برادری عینی و حقیقی نمیدانست و طالبا را برادر نمیگفت، میتونست یک دست با امریکایی ها گام های موثری در این را برداشته شد. اما اون چی که در این منطقه محمول است، ما در روزهای اول حکومت افغانستان در روزهای اول اون چی که حال باور داره، اگرچه آشکار و سری نیست، اعلان نمیکنه. تا حال شما سخنگویا رو ببینین، هر اتهامی را جرأت نمیکنن که نام پاکستان بگیرن، جرأت نمیکنن که بگوین به وزیرستان شمالی و جنوبی اون طرف خط دورن. اگر رئیس جمهور صحبت میکنه، اگر سخنگو صحبت میکنه، میگه همسایه ها. حال در چی است که جرأت نمیکنه عزیز شما؟ ببینین، اینا ظاهرا میخوان که پاکستان از ما خفه نشه. حتی شما بعضی ارگنشینان رو ببینین، میگه پاکستان خانه دومی ما است، ما خانه دوم نمیخوایم از خازرده سازیم. بنان ما وقتی امریکایی ها میتونه ما رو درست همکاری کنن در این منطقه، درست مبارزه کنن که احساس کنن که ما دوستی وفاداری با ارزش ها و معیارهایی که سیاست امریکا ایجاب میکنه در این منطقه هستیم. بنان در حال حاضر با بیوفایی هایی که امریکا از ما دیده، نمیخواه پاکستان را به ما را به پاکستان بدیل بسازه و از زاویه ما حرکت کنه. حال بس این است که آنچه را که رئیس جمهور میخواه که مثلا در طول دو یا هم سه ماه بحث صلح در افغانستان نهادی نشوه و آنچه را که استدلال داره، فکر میکنید با توجه به بافت خب لانه های تروریسم در منطقه و بازی های کلان منطقه‌ای، این خاص رئیس جمهور چقدر یک خاص معجزه است که از آمریکا داره که در طول دو یا هم سه ماه بحث صلح در افغانستان نقطه پایان گذاشته؟ من ای را توجیه میکنم به باور دیگه. معمولا در افغانستانی است که هر زمامداری که روزهای آخری قدرتش میشه خیلی انقلابی و وطن دوست میشه.
شما شاهشجاعی را که انگلیس‌ها آورده بودند به بالا حصار شنده بودند در روزهای آخری حکومت خود تا سیاسنگ رفت و علیه انگلیس‌ها شعار داد. شما دکتر نجیب الله دیدین که در روزهای آخر شش دل به روز نجات ملی اعلان کرد، در حالی که بعضی از رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان یعنی شوروی را به چی نهویات میکردند. حالا هم جناب آقای کرزی هم بعد از 13 سال حکومت که توسط چرخبالهای امریکایی به شانه‌های مردم افغانستان حکومت کرد، حال امریکایی ها را حرکتهایشان مردود میدانه و میگوید که سیاست، دیروز به یک روزنامه گفته که سیاست بسیار یک عملی پلیت است، یعنی عملی نجس است. کسی نیست که از آقای کرزی پرسان کنه سیاستی که 12 سال تو را به قدرت رسانده بود، دوره اول و دومی ریاست جمهوری، دوره انتقالی، کاندید ریاست جمهوری بودی، چرا این سیاست پلید نمیگفتی؟ حال که این سیاست میراثش به دیگه کس میرسه پلید است. اگر به تو به دوره سوم هم اجازه میبود پلید نبود. من اگر پرسان کنم اگر امریکایی ها جنایتکار هستن، اگر امریکایی ها مردم افغانستان بدون قید و شرط کشتن، همی آقای کرزی طی 13 سال چیلی عرفار نمیبود؟ اینا یک شبه به یادش آمده؟ باز درست است، ما هرگز روزی نیستیم خانه های افغان های ما تلوشی شد، افغان های ما تحقیر و توهین شد. ببینین آقای کرزی چرا یک دفعه تقاضا نمیکنه از برادران ناروزی سکو که بگویه که شما هم تروریست ها رو به خانه خود اجازه نتین که از سر بام شما سنگر بگیرن و علیه خارجی ها و داخلی ها فیر کنن، از اون هم تقاضا کنه. دیروز آقای کرزی در صحبت خود میگویه که هرگز این خاطره تلخ فراموش نمیکنم که یک دختر افغان توسط حمله خارجی ها زخمی شده بود و چشمش کور شده بود، فراموش نمیکنم. واقعا قابل فراموش شدنی نیست. اما کسانی که توسط حمله انتحاری کشته شدند، توسط تروریستایی که از پاکستان آمدند، اونها را چرا آقای کرزی یاد نمیکنه؟ هرگز. آیا اونا مردم افغانستان نیستند؟ آیا اونا مسلمان نیستند که فرزندانشون؟ آیا 21 نفری که به قاضی آباد کشته شدن آقای کرزی تا به جنازه ایشان به 400 بستر که 100 قدمی هرگز نمی آید، آیا جنازه خود به تکسی میبرن؟ اینا افغان نیستن، اینا وطن دوست نیستن. تشکر آقای کویستانی. خوب آنچه که شما در صحبت های اولتان گفتین که بحث صلح در افغانستان آنچه که خاص رئیس جمهور را در دو ماه یا سه ماه یک بحث خوب حقیقی و عینی نیست، و آنچه که آقای میر گفت و آقای سعیدی گفت که آمریکا اگر بخواهد که واقعا صلح افغانستان مدیریت بکنه و مسئله توریسم در منطقه و بخصوص در افغانستان مدیریت بکنه، این توانایی رو داره. حالا شما فکر میکنید که آمریکا واقعا توانایی مدیریت گروه به نام طالبان را و یا هم القاعده را داشته باشه؟ ببینید بحث مدیریت بر تمامی جریان ها متفاوت است. من فکر میکنم که در حال حاضر با بحرانی که در شرق، در حوزه خلیج و در کل شرق میانه و منطقه ما وجود داره، مدیریت تمامی این بحران ها از یک دست کار خیلی دشوار است، چون پیچیدگی که در اوضاع وجود داره، عدم صداقتی که در میان افراد و سازمان ها وجود داره، این مشکل را به وجود آورده است. شما میدانین پیروزی ایالات متحده در جنگ سرد بوده که سازمان استخبارات و ارتش پاکستان، احزاب اسلامگرای پاکستان هم در کنارش قرار داشتن و امروز در نقطه مقابلش قرار دارن. هیچ پاکستانی با امریکا نیست. دیدگاه بسیار بیشتر از افغانستان، دیدگاه ضد امریکایی در پاکستان، جناب سعیدی صاحب بهتر میدانند، بسیار به طور وسیع و گسترش یافته است. دیگه مردم امریکا را به عنوان دشمن میپندارن، بر طالبان جای میتن. کار استخباراتی هم به او گونه که ما فکر میکنیم که امریکا هر چی را بخواهم میدانه نیست، هر چی را که خواستن و میدانن، اگر نه کل معضلی که امروز جامعه انسانی وجود داشت باید حل میشد. بحث منافع است. ما باورم این است که طالبا شاید در بخشای مدیری اختلاف جامعه بین المللی هم میخوایم اشاره بکنم که خیلی سخت است. دیدگاه میان انگلستان و دیدگاه میان ایالات متحده و پاکستان بسیار متفاوت است. انگلیس ها با بخشای از این طالبا رابطه دارند، خیلی اینا رو مدیریت ساده کرده میتونن، حضور دارن در ساختارهای مدرسه‌ای و مذهبی، نفوذ دارن. آمریکایی‌ها با یک دیدگاه دیگر اینجا آمدن، متفاوت تر می اندیشن. اختلافات هم در درون سازمان های امنیتی ایالات متحده، وزارت دفاع، وزارت خارجه و سیا وجود داره. به این لحاظ با این کلی بحران مدیریت کردن نمیتونن. امریکا نمیخواد که بسیار زیاد از نظر حیثیتی برش یک رئیس جمهور در برابرش قرار بگیره. چرا امنیت ناوردی ما فکر بکنیم؟ یک قضیه حیثیتی است برای وزارت دفاع امریکا، برای سیا، برای تمام ملت امریکا، ولی ناتوان هستن. بس دیگه ای که آقای میرم بهش اشاره داشتن که لانه های تروریسم آن سوی سرحد است، در خانه های افغان ها نیست.
من میگم که هر جا که تروریست است، هر کسی که تفکر تروریستی داره محکوم است. اگر در خانه افغانا نیست، سربازای ما در کجا ترور میشن؟ به شهادت میرسن، علیشان اقدامات صورت میگیره. کسایی هستند در جغرافیای افغانستان، جغرافیا و محیط اجتماعی که دیدگاه طالبانی داره و طالبا در اونجا هستند، حضور دارن. ما مجبور هستیم حاکمیت خود ما را، ما بحث حاکمیت داریم، استقلال حاکمیت ما جغرافیای تعیین شده داره. ما نمیتونیم به وزیرستان رسیدگی کنیم، بحث وزیرستان با پاکستان تعلق داره. ما در جغرافیای خود ما امنیت تامین بکنیم، اجازه ندیم که دشمنان ما در اینجا جایگزین شوند. وقتی ما توریستا را با عملیات سربازای ما یا نیروهای بین المللی گرفتار میشن، رها میکنیم. وقتی توریستا در خانه های افغان ها هستند، در مناطق وجود دارند، در این جغرافیای اجتماعی زندگی میکنند. شما از سرک میدان وردک برین در شیخ آباد، در قریه پایین و بالای غزنی یا سایر ولسوالی ها ولایات، در تگاب، در ولایت ما، دشمن های مردم افغانستان لانه کردن، محیط اجتماعی را به گروگان گرفتن. ما حق داریم مردم هم از زیر چتر گروگانگیری توریستا و طالبا و افراطیون رهایی ببخشیم، هم اونا را گرفتار کنیم، مجازات کنیم، عدالت ببریم. اجازه بده. اگر ما بگیم که فقط توریسم در وزیرستان است، ما به جنگش در وزیرستان بریم، ما مسئول حاکمیت خود هستیم. ما در جغرافیای خود ما وقتی همیشه هر شعار ما ایست دفاع از استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی. تمامیت ارضی ما در چوکات جغرافیای تعریف شده خود ماست. ما در اینجا باید تمامیت ارضی ما از امنیت حرف بزنیم، نه از امنیت نورستان، وزیرستان. وزیرستان لانه توریست هاست، این معادله بین المللی است. ولی از جغرافیای افغانستان، از خانه ملا عمر، از قندهار، اسامه ابن لادن عمله به برجای تجارتی جهان صادر میکنه. روزگار جغرافیای شما وزیرستان بوده، هنوز اینجا دیدگاهی وزیرستانی وجود داره. آن چه مهم دیگری است که میخوایم به او بگویم، البته بر علاوه از بس که رئیس جمهوری افغانستان میگه که سیاست پلید است، من میگم که سیاست پلید نیست. این توهین به شخصیت های سیاسی است، به احزاب است، به پارلمان است، چون پارلمان نماد سیاسی است. این توهین به حکومت است، حکومت خود، دولت خود نماد اساسی سیاست است و تعریف شده است و رئیس جمهور حقوق خواندند. من میگم کسایی که از سیاست استفاده غلط میکنن در جهت قلقم مردم به خاطر منافع خانوادگی، قومی، شخصی و تفکر خود، اینا پلید هستند. سیاست پلید نیست. نیمی از مردم روابط سیاسی دارن، سیاست هم میشناسن و این سیاست چند قرن است که در میان انسان ها حکومت میسازن، نظام میسازه، قوانین میسازه. بنابراین یا کسایی که نمیدانن سیاست ها، حرفش ها نزنن. اگر سیاست ها نمیدانن، بیاموزن. اگر تنها به منافع قبیله میاندیشن، اینا سیاست هم نمیدانن. بحث مبارزه با گروه هایی که خوب شما اشاره کردین که در دهات افغانستان و در خانه های افغانستان میایند، افغان ها را به گروگان گرفتن، در خصوص مبارزه با این گروه ها فکر میکنید که در درون دولت افغانستان عزم جدی وجود نداره و یا هم توانایی به خاطر مبارزه با این گروه ها وجود نداره؟ من میگم که در حکومت افغانستان بارها در گذشته ها میره تذکر دادیم که دیدگاه های طالبانی است. کسانی که دیروز در خط دفاع از طالبا بودند، عین دیدگاه پرویز مشرف داشتند. ما اخباراشون با خود دارم، بخشی از اینا هم کاندیدای ریاست جمهوری هستند. اوگلو نمیخوایم به واردی بشم. دیدگاه‌های طالبانی اومدن قدرت سیاسی افغانستان به گروگان گرفتن. کسانی که در ملت افغانستان نبودن، در بستر مقاومت ضد طالب نبودن، کسایی که کیبل طالب نخوردن، کسایی که خانواده‌شون فشار جنگ طالبا و جنگ روانی رو نکشیدن، از بیرون کشور اومدن، حکومت خداداد افغانستان به گرو گرفتن. اینا اومدن سر گرده مردم افغانستان حکومت میکنن و میگن طالب در جغرافیای ما وجود نداره. بنان این سربازای ما به خاطر چی پاسداری میکنن؟ پلیس ما 13000 پرسنل امنیتی و بیشترش سربازای پلیس افغانستان در کجا شهید شدن؟ مینای کنار جاده ای را چه کسایی میگذارن در جاده های افغانستان؟ در شهر کابل چه کسایی انتحار میکنن؟ در سایر ولایات، حالا جغرافیای وزیرستان در جنوب است، در قندوز، در فاریاب، در سرپل، در بادغیز، در قرماج، بالاخره در میدان وردک، در دره قربند، اینا مگر افغانا نیستن؟ اینا در جغرافیای ما نیستن؟ اینا همه از وزیرستان آمدن؟ اگر ریشه ها در وزیرستان است که از گذشته است. ما بحث ما ایست که ما بحث حاکمیت ملی، وظیفه رئیس جمهوری افغانستان دفاع از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان است. وظیفه هر شهروند افغانستان است. ما در چرا در چوکات جغرافی خود ما حاکمیت تامین نمی کنیم و بعد از او به دیگرها بپردازیم؟ ما اولویت سیاست داخلی است، بعد به سیاست خارجی بگذاریم. آقای کویستانی، آقای میر خوبان چرا آقای کویستانی گفت که
وظیفه رئیس جمهور دفاع از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان است و آنچه که گفت که تفکر طالبانی در داخل نظام بیشتر باعث شده که تروریست ها بیان در داخل خانه های افغانستان جا بگیرن و مردم افغانستان به گروگان بگیرن. آیا واقعا فکر میکنید که این دید طالبانی باعث چنین مشکل شده در داخل افغانستان؟ خب یک مشکلی که در افغانستان از آل نیست که در حداقل بیشتر از 3 دهه در افغانستان بوده و تجربه گذشته بر ما میاموزه. اول ای که ما هیچ وقت در جنگ داخلی موفق نبودیم. ببینید دوران کمونیستا را مجاهدین تلفات زیاد دادن در داخل خاک افغانستان. شوروی سابق با نیرویی که داشت در افغانستان در موقعیه که من زندگی میکنم در قره‌باغ که 5-6 کیلومتر از بگرام فاصله داره تا در اونجا تسلط اختیار کرده نتونستن. به خاطر از اینکه اونا نتونستن که رهبری را ضربه بزنن. وقتی که رهبری یک جنا یا خصوصا در جنگ و که رهبری بتونه با مسئولیت کامل فعالیت داشته باشه، رهبری بکنه، شبکه های خود رهبری بکنه، هیچ وقت او جریان ضربه حیاتی که از بین بره نمیخوره. ما همچنان در شرایطی فعلی قرار داریم در افغانستان. ببین 12 سال متواتر است که در افغانستان جنگ است. 12 سال متواتر است که نیروی قوای مسلح ما شما هر روز بلا استثناء 10 نفر تا 15 تا 20 نفر تلفات دارن و این مردم افغانستان است. منتها دستاورد ما ملموس نیست، به خاطر اینکه ما کسی را میکشیم که طالب میتونه با بسیار سادگی در یکی دو هفته او را دوباره تجدید بکنه و دوباره به افغانستان روان بکنه. هر طالبی که در افغانستان کشته میشه میتونه که به عوض از او 10 طالب دیگر از مدارس پاکستان استخدام بکنه. مشکل اساسی ما شما در حداقل در 3 دهه است که ما یک کشور داریم که پاکستان که بر ما مخالف مسلح تولید میکنه، اونا رو میتونه تمویل بکنه، اونا رو میتونه ترنگ بده و به افغانستان روان بکنه که کشته شون. به این خاطر است که ما به این نظر رئیس جمهور موافق هستم، یعنی به این مفهوم نیست که من تماما نظریات رئیس جمهور رو میپذیرم. حداقل در یک نقطه که تا زمانی که ما مشکل پاکستان را حل نکنیم در افغانستان هیچگاهی ثبات پیاده نمیشه، به خاطر از اینکه این جنگ جنگ فرسایشی دوامداری است که هر دو طرف تلفات زیاد خواهد داشت. اما با کمال تاسف بگویم که ما در سایه اگر بر قدرت به مسئولیت زندگی کرده نمیتونه، مگر رهبری طالب در سایه پاکستان با مسئولیت آمتام زندگی میکنه. اما موضوعگیری های دولت افغانستان در قبال پاکستان چقدر خب تا کنون موضوعگیری های بجا بوده؟ زمانی که بس در یک از مصاحبه های خود رئیس جمهور میای با یک تلویزیون آمریکایی میگه که هر زمانی که خب آمریکا بالای پاکستان حمله بکنه ما به طرف پاکستان هستیم، یک روز میای پاکستان برادر خطاب میکنه و یا هم روز دیگر میای میگه که لانه های اصلی توریسم در آن طرف مرز است. در کل همین تناقض گویی ها فکر نمیکنید که یکی از مشکلات بزرگی بوده که دولت افغانستان به او امراه بوده و اکنون نتونسته که بحث این را که خب توریسم در کجا است، لانه های دهشت افغانی در کجا است تا برای خارجی ها و به متحدین غربیش بفهمونه؟ بدون شک اگر ضعف در رهبری در افغانستان نمی بود، اگر فساد در حکومت افغانستان نمی بود، ما امروز شاید در شرایط بهتری می بودیم. شاید که زیادتری از چالش های ما حل شدگی می بود. منتها بدبختانه در یک نقطه همه ما توافق داریم. این است که در 10 سال گذشته حداقل امید دوره حکومت انتخابی رئیس جمهور ببینیم، قبل از او حکومت انتقالی و حکومت موقت موضوع جداگانه بود. در 2 دوره که مردم افغانستان برای رئیس جمهور رأی دادند، بدبختانه حکومتی بسیار ضعیف، رهبری ضعیف و ما نتونستیم که نه تنها در سیاست خارجی ناکام بانیم، حتی در سیاست داخلی خود ما ناکام بانیم. و مشکل اساسی ما می بوده که ما و یک حکومت ضعیف رو برو بودیم. بتونه که دلایل مختلف رئیس جمهور افغانستان داشته باشه، اما در آخر روز وقتی که رئیس جمهور افغانستان از ارک خارج میشن، قضاوت مردم افغانستان همش بالای رئیس جمهور می باشه. و این یکی از مشکلات اساسی ما بوده که ما نتونستیم در 10 سال گذشته از امکاناتی که در دسترس حکومت افغانستان قرار داشت. در طول تاریخ افغانستان هیچگاهی همچون پول که این غیر قابل
فکر بود در افغانستان که به این اندازه افغانستان بتانه که دسترسی به پول کمک جامع جهانی داشته باشه. ببینید شما همین سرکای افغانستان را با پول مردم ژاپن قیر شده و عمر از این سرکا 6 ماه زیاد نیست و چطور ما بتانیم بپذیریم که در پیشروی چشم ما در شهر کابل که رئیس جمهور شاید گاه گاهی در سرکا برو مرور بکنه که عمر یک سرک یک جاده ما شما از 6 ماه زیاد نیست و این به پول خارجی پول ژاپنی آباد میشه. این کلش ضعف ما بوده و ما تشویش ما از این است که همین مسائل بعد از انتخابات هم شاید دوام پیدا بکنه. تشکر آقای میجم. آقای سیدی، خب زمانی که اکنون خارجی ها و ناتو در افغانستان موجود است، ما دچار این همه مشکل هستیم. هر روز برای ما تروریست فرستاده میشه و هر روز افغان ها قربانی عملات تروریستی میشه در افغانستان. در صورتی که رئیس جمهور با ما میه و در تماس تلفنی خود با رئیس جمهور کرزای میه که اگر قرارداد امنیتی امضا نکنی ما برای وزارت دفاع دستور دادیم تا مسئله خروج کامل آمریکایی ها را روی دست بگیره. اگر واقعا آمریکایی ها و غربی ها از افغانستان بیرون برایند، با توجه به خواست خیلی کلان کشورهای همسایه و منطقه در خصوص قضیه افغانستان، چی وضعیتی را شما پیش بینی میکنید در افغانستان؟ پیش از اینکه مشخص به سوال شما جواب بتون، میخوام احترامان به ارتباط صحبت های جناب آقای میر تبصره کوچک داشته باشم. ببینین، میثاق‌های بین المللی حکم میکنه که ارزش‌ها و معیارهای یک سیاست یا یک کشور که مورد تعرض قرار میگیره باید شکایت‌های در شورای امنیت ملل متحد وجود داشته باشه. در حالی که ما میگیم که لانه‌های تروریسم و اون طرف خط دیورن در وزیرستان شمالی و جنوبی و باجاور و مومد نیسی است، حکومت پاکستان این تروریست‌ها را تربیه میکنه، به ما میفرسته و باعث کشتن و بستن و به قول و زنجیر کشیدن مردمی ما بشه. من به یاد ندارم که دولت موجوده افغانستان 13 سال کوچکترین شکایتی را از طریق مراجع دیپلماتیک به شورای امنیت ملل متحد از دست پاکستان، از دست مداخله پاکستان تقدیم کرده باشه. من به یاد ندارم. یک. دوم، این مداخله را یعنی سرطسوزی کرده باشه، تصویر برداری کرده باشه، کشتار ونده به شورای امنیت ملل متحد بده. بنان یا حداقل در شورای ملل امنیت ملل متحد با حضور داشتی 14 کشور یک لابی‌گری کنه تا او کشورها در اجندا خود بگیرن که پاکستان در امور افغانستان مداخله میکنه. وقتی که حکومت افغانستان همچو کاری قانونی را طی 13 سال نکرده، امریکا وکالت کنه از افغانستان که پاکستان در امور افغانستان مداخله میکنه؟ نه، باید ما این هنر داشته باشیم که ایرا مطرح کنیم، امریکا و کشورهای دنیا ما را کمک کنن که بله پاکستان مداخله گر است، تا ما بتونیم از طریق شورای امنیت ملل متحد و جامعه جهانی دیدگاه ها و باورها را به علیه این مداخله پاکستان سریعتر و واضح‌تر بسازیم. درست است که دنیا میدونن که پاکستان مداخله میکنه، ولی یک چوکات قانونی با در نظر داشت میثاق‌های بین المللی ضرورت است که ما ایران نکردیم. حکومت افغانستان هرگز ایران نکرده و مصمم به این کار هم نیست. اون چرا که شما گفتین که باراک اوباما خواست که برای بیرون شدن قوت‌ها آمادگی گرفته شد، عقیده شخصی می ای است که در حال حاضر امریکا با در نظر داشت وضعیت افغانستان و منطقه ضرورت حضور خود را میبینه. یک، سلاح هسته‌ای پاکستان مطرح است در منطقه و همچنین تروریست ها و پایگاه هایی که در سرحد داره به خاطر تیارات بی سرنشین چند دیدگاه یا چند به چند کار دیگر امریکا میتونه در این منطقه بمونه. یک، تفاهمات یا گفت و شنود های ویروزا با تاجیکستان و ازبکستان در جریان است که شاید در اون سرحدات با اون ازدیکا پایگاه ساخته شه و بعضا اگر خیلی مجبوریت ها پیدا شه، در حال حاضر خو 10-11 ماه وقت داره مطابق فیصله قوت های ناتو که در افغانستان هن. اگر این هم بگذره، امریکا اگر بخواه به افغانستان میمانه، میتونه که از طریق شورای امنیت ملل متحد فیصله بگیره بمانه، یعنی حضور خود در افغانستان نگاه کنه. اما اگر از طریق قراردادی دو جانبه یعنی بین افغانستان و امریکا که آقای کرزی اگر امضا میکرد میمون، این به نفع ما بهتر بود، میتونست امنیت بهتر شه، سرمایه فرار نکنه، تشویش مردم ما رفع باشه و بالاخره کمک های جهانی
بیشتر شود، حضور خارجی هم در افغانستان قانونمند شه. ولی اگر امریکا بخواه راه‌های دیگری هم برای ماندن در افغانستان داره که من فکر میکنم که اونا هم تحت آینک خود داره که ارزیابی میکنه. اما یعنی شما فکر میکنید که حرف رئیس جمهور اوباما در حد یک تهدید است که تنها میخواید به نحو بالای دولت افغانستان و شخص رئیس جمهور افغانستان؟ نه، من تعبیر تعبیر نمیکنم، مسئله افغانستان مطرح میکنم، من سرحدات مطرح کردم. یک رای دیگه هم امریکا داره. به این روزا پاکستانی ها با همو خصلت استخباراتی و جاسوسی و تسلیم پذیری که دارن خود به امریکایی ها نزدیک ساختن. من باور دیگه هم دارم که اگر امریکا خیلی مجبور شه میتونه یک بار دیگر سرنوشت افغانستان رو تسلیم پاکستان کنه و پاکستان از نگاه نظامی و سیاسی اقتصادی کمک کنه. و شما میدونین دوره زدن افغانستان و حکومت کردن مشروط بر این که منافع ما در منطقه متضرر نشه. تشکر آقای کوهستانی. خب شما موافق هستین که واقعا آمریکا یک بار دیگر افغانستان رو تسلیم پاکستان خواهد کرد و مانند سالهای گذشته تمام موضوع افغانستان رو واگذار به پاکستان خواهد کرد؟ نه، از امروز، از دو سه سال قبل بارها گفتیم که اگر مدیریت کرده نتونیم وضعیت جامعه جهانی را راضی نگاه نکنیم، با فساد مبارزه نکنیم، با مواد مخدر مبارزه نکنیم، اگر ما به فکر ساختارهای قومی و به فکر جیب خود باشیم، سرانجام دنیا ما را ترک خواهد کرد و ما برمیگردیم به بازی‌های دوران جنگ سرد. البته نه از نظر اوضاع، از نظر روابط به دوران جنگ سرد برمیگردیم که در پایان کار مجاهدین نیم کاره گذاشتن. مجاهدین یک داستانی پیروزی بود، کلید حلش به پاکستان گذاشتن و به جنگ‌های داخلی رفتیم. اگر امروز هم افغانا، رهبرای افغان، سیاسیون افغان به این اندیشه که خارجی ستیزی بکنن با ایالات متحده و متحدین بین المللی که ما را امروز شما می‌بینین که کوچه کابل خانه چند منزله است، خانه‌های خامه و خشت خام شما را تبدیل کردن به بلند منزله‌ها و امروز هر چی شما میبینین از آزادی مطبوعات و رسانه تا بحث حقوق بشری تا آنچه آینده را برازو خوشبین هستین و از دموکراسی حرف میزنیم، اینا برمیگرده به حضور جامعه جهانی، به کمک های سخاوتمندانه، به سیاست بین المللی. این سیاست پلید نیست، این که ما ابزار درست را به کار نبردیم. توهین کردن به سیاست، توهین کردن به جنبش مشروطیت است، به امان الله خان است، به آزادی خواست، به خون شهدا و قربانیایی است که به خاطر آزادی افغانستان، به خاطر سیاست جان دادند. به گاندی است، به جواهر لال نیرو است، به محمد علی جناح است، به چکوارا است، بالاخره به تمامی رهبران سیاسی دنیا است که به خاطر ملت‌هاشان مبارزه کردند. این که ما نتونستیم، ناتوان بودیم، استفاده کردن نتونستیم از فرصت زمانی، از ظرف زمانی که در کنار ما بود، از میلیاردها دلار آمریکا، امروز این ضعف ماست. ما نباید مجموع اتهامات به آمریکا و ناتو و کشورهای متحد بتیم. از مناسبات و لابیگری و حضور قدرتمندی آمریکا بود که اما کشورها به شمول پاکستان به ما کمک میکردن، در حوزه بازسازی می آمدن، به ما شفاخانه و مکتب ساختن. چرا این را در وقت طالبان نکردن کار برای ما؟ بنابراین من بسیار متاسف هستم. بدید سیاستمدارای افغانستان از جمله هر ریاست جمهوری و متاسف هستم از سیاستمدارای عامی نظام که لااقل واقعیت‌های جامعه خود دقیق نمی‌بینن و ما آمدیم آب با سیاب دشمن می‌ریزیم، زمینه را برای بازگشت تروریسم و طالبان و سیاست طالبانی فراهم می‌سازیم. تشکر آقای کوهستانی. آقای میر، خود شما در صورت تأخیر در امضای قرارداد امنیتی و آنچه که رئیس جمهور افغانستان تاکید دارن که خب این قرارداد بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امضا شود، اگر واقعا این قرارداد توسط رئیس جمهور فعلی امضا نشود و ما بعد از انتخابات بریم این قرارداد امضا بکنیم، شما پیش وضعیت انتخابات افغانستان چگونه پیش بینی میکنید؟ خب تشویشی که در امریکا هم وجود داره امی است. اگر افغانستان یک کشور نرمال و عادی می بود، هیچ تشویشی وجود نداشت. رئیس جمهور افغانستان قانون اساسی برایش صلاحیت میتا قرارداد امضا نمیکرد. امریکا منتظر میماند تا رئیس جمهور آینده افغانستان. منتها ما در یک کشور هستیم که شرایط جنگی هر روز این کشور را تهدید میکنه. روند انتخابات یک روند بسیار شکننده است در افغانستان. هنوز یک ماه به انتخابات مانده. شما بیاد دارین و همه ما بیاد داریم انتخابات 2009 در 2009 انتخابات به چالش کشیده شد. انتخابات در سال 2009 بی نتیجه ماند و رئیس جمهور افغانستان یکی از دلایلش شکایتاش از امریکا است که مشروعیت نظامش
را ضعیف ساخت. یه بار اگر انتخابات به نتیجه بانه، یعنی ما بریم به راوند اول، راوند دوم، بعضی از کاندیدان نتایج را نپذیرن، باز کی میانجیگری بکنه که انتخابات نتایجش پذیرفته شد؟ و انتخابات زمانی که دایر میشه را دول اول، دول دو و تا زمانی که نتایج اعلان میشه شاید 3-4 ماه دیگر هم از 15 عمل به بعد شاید در بر بگیره. و امریکایی‌ها ضرورت دارن که این قرارداد حداقل 6 ماه قبل از پایان ماموریتشان در افغانستان باید امضا شود تا اونا آمادگی‌هایی را که ضرورت است لازم است باید قبل از وقت آمادگی‌ها را بگیرن. و تشویش از این وجود داره که ما انتخابات به چالش کشیده شود، یک بحران به وجود بیاید و ما انتخابات به نتیجه بانه تا به آخر سال ایسوی جاری و قرارداد امضا نشود. و آنچه را که آقای اوباما اعلان کرده، اگر در صورتی عدم امضای قرارداد باید تمام قوتهای خود را از افغانستان خارج کنند. و یک تشویش وجود داره که در همین نقطه زمان هیچ کسی پیدا نشه که قرارداد را امضا بکنه و به یاد از این پوره شه. یعنی فکر میکنید که گروگان گرفتن قرارداد امنیتی دقیق پیام را میرسونه که خب پیام بزرگ را به خاطر قضیه انتخابات افغانستان، یعنی بعد چالش کشاندن مسئله انتخابات و به نحوه باجگیری در روند انتخابات و یا هم برهم زدن انتخابات؟ من 100% یقین ندارم که آیا رئیس جمهور افغانستان همچون یک فکر را داره. احتمالاتی از این که مدیریت روند انتخابات از دست خود رئیس جمهور افغانستان هم خارج شود، کنترلش احتمالات از این بسیار قوی وجود داره. به خاطر از این که ما در یک شرایط خاصی هستیم. سال 2009 هنوز هم موجودیت نیروهای ناتو بود، هنوز هم تعهد جامعه جهانی برای کمک به افغانستان وجود داشت و او بحران مدیریتش ساده تر بود. اما امسال سالی است که از یک طرف نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشن، از طرف دیگه کمک های جامعه جهانی کاهش پیدا میکنه، بدون شک که فقر و غربت دوباره در افغانستان بازگشت میکنه. این پول های گزاف و فراوانی که در دسترس حکومت و از طریق از یک تعداد زیاد مردم افغانستان زیاد مستفید شدن، هی دیگه وجود نداره. و همزمان به این بدبختانه امی جبه های سیاسی که در این انتخابات به وجود آمده زیاد رنگ قومی داره و کل از این تشویشی است که امکان داره که یک بحران به وجود بیه و این بحران باعث از این شود که ما یک رئیس جمهوری مشروعی نداشته باشیم که قرارداد را امضا بکنه. با توجه به بافت تکت های انتخاباتی و رقابت های خیلی جدی بین این بافت ها و این تکت ها و با توجه به این که خب قرارداد امنیتی هم امضا نشده، به نحو ضمانت هم وجود نداره، فکر نمی کنید که رئیس جمهور افغانستان دقیق در پی چیزی است که می خواهد به نحو وضعیت مختل بسازه و به نفع خود وضعیت انتخابات بچرخانه؟ شما میدونید که کاندیدان ریاست جمهوری با دو حصه تقسیم میشن. کاندیدای هستن که کاندیدای ارگ هستن، به روی تکت ارگ بازی میکنن و کاندیدای هستن که با تکت ارگ بازی نمیکنن. من در اول عقیده داشتم و امید داشتم که در این انتخابات دوری سوم ریاست جمهوری انتخابات ما برنامه معور باشه، ارزش های علمی و طرحهای علمی معیار و محک رای دادن باشه. ولی تأسف میکنم که هر قدر ما نزدیک میشیم به طرف انتخابات، به 16 حمل، این انتخابات پیش رو قوم محور میشه، زبان محور میشه، تنظیم محور میشه، قبیله محور میشه و بالاخره پول محور میشه. روی از این احساس من خیلی تشویش دارم، امیدوارم اون چی که فکر میکنم اینطور نشوه. من فکر میکنم که بعد از سپری شدن انتخابات، اول این انتخابات با سناریویی که حالا در جریان شفاف نخواهد بود، باوری دومی است که حکومت اگرچه بار بار اعلان کرده رئیس جمهور که من بی طرف میمانم، اما جرگه ای را که به ارگ دایر کرد و صندوقی را واس کرد که کی به کی تیر شه، باور دیگه می است که جناب رئیس جمهور بی طرف نیست، اونچه که میگه با او صادق نیست. تشویش می است که انتخابات اگر به دوری دوم میره، کسانی که برنده خواه شدن یا کسانی که بازنده هرگز با پیروز تبریک نخواهد گفت و قناعت نخواهد کرد، بعدا کشور ما متاسفانه به طرف بحرانی خواهد رفت.
تشکر آقای جلوگیری از خیلی دشوار خواهد. تشکر آقای کویسانی، اگر خیلی کوتاه به عنوان جنبندی بگوین، خب با توجه به مبهم بودن امضای قرارداد امنیتی، شما چی وضعیتی را پیش بینی میکنین؟ خب ما انتخابات تا یک ماه دیگر پیش رو داریم، سرمایه های ما هم در فرار است، وضعیت ذهنی مردم افغانستان همچنان آسیب پذیر است از این وضعیت. با تاسف شایعه های زیادی وجود دارد که تلاش صورت میگیره در تبانی با پاکستان و طالبا طرحی در راه است که زمینه را برای به تعویق انداختن انتخابات فراهم بسازند، به نام اینکه مشارکت طالبا فراهم شود، صلح نتیجه بده و چیزهای از این قبیل در راه است و اینا اطلاعات دقیق نیست ولی شایعه در میان مردم با قوت وجود داره. اگر چنین باشه افغانستان جدا به سوی بحران میره. اگر بتونه انتخابات افغانستان با وجود همه کمی ها و کاستی ها، یعنی حداقل مشکلاتی هم که داره پشت سر گذاشتنده شود، یک مشروعیت از مردم افغانستان بگیره و تغییر به وجود بیاید و رئیس جمهور بعدی در چوکات واقعیت های موجود زمان و که ما قرار داریم این توافقنامه را امضا کنه، یک بار دیگه به مردم افغانستان فرصت ها در پیش رو است که این بحران تشدید نشه، مهار شوه و آهسته آهسته به طرف انکشاف و توسعه افغانستان در آینده به پیش بره. این امیدواری فقط در درون انتخابات نهفته است. بدون انتخابات هر چیزی ممکن است در افغانستان اتفاق بیفته. بسیار تشکر مهمانان عزیز از حضورتان در بحث کنونی ما و شما هم تشکر که این بحث با ما تا کنون دنبال کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.